با خدا با سلام ادب خدمت همه بیننده های ارجمند آریانا امیدوار همه شما خوب و صحتمند باشین بار دیگر عید قربان مبارک برای همه شما مردم شریف و نجیب افغانستان در هر ولایت در هر ولسوالی در هر قریه که بیننده و شنونده ما هستین عیدتان مبارک باشه یگانه تمنا و آرزوی ما خوشی سعادت رفاه خوشبختی و صلح و آرامی در جغرافیایی برنامه افغانستان هست خوشحال آسفی در برنامه خوشحال با چهره ها امروز روز سوم عید قربان هست آنچه که دیروز ذکر کردم و یک بار یک اشاره کوتاه هم داشتم که قرار است امروز یک جوان دیگر در برنامه داشته باشیم برنامه خوشحال با چهره ها یگانه هدفش تبارز استعدادهای جوانه هایی که تازه بالاخره پا گذاشتن به عرصه های اوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و او هم نظر به موی استعداد ذاتی و فطری که خودشان داره و ویژگی های منحصر به فرد که خودشان داره و نرهای متفاوتی که دیگرا یا نسل های پیش از ما نداشتند اینها کسب کرده و می درخشن. بله جناب مجتبای پیکان رئیس اقتصاد ولایت خوب ما ولایت قهرمان ساز ما ولایت کاپیسا با ما در برنامه است گذشته که این که شان رئیس هستند کارهای دیگری را در پالوی ریاست انجام میتن و در گذشته هم انجام دادن ریاست را با نگرفتن کسی هم واسطش نشده و خیلی با مجسارت و جرأت اخلاقی که دارن ترس و حراس ندارن در, در،, در وجودشان چیز به نام ترس و حراس نیست به اون ترس و که شاید در گذشته داشته مبارزه کرده در یک هم نیست کدام رهبر سیاسی شده باشه ریاست کردن ولایت کردن در این شرایط در افغانستان خیلی سخت دشوار است از دور بر ما خوب معلوم میشه یا خیلی آسان شاید معلوم شود که هیچ گپ نیست میری اونجا در کرسی منشینی و کارهای انجام میدی که در اونجا چه مردمایی هست با کی ها شما روبرو میشین با چی معاملات بالاخره باید برخورد بکنین چقدر باید حساس باشین این خیلی دشوار هست خصوصا وقت میای در میدان کارزارهای سیاسی من زیاد گپ نمیزنم به که بعضا میگه خیلی پرگویی میکنی بله جناب پایکان صاحب خوش آمدی. سلام سلام بر شما سلام بر شما مبارک باشه صبت بخیر سلامت باشین تشکر از شما جناب آسفی با صاحب با مقاول با میدامه گپ پیشتر تان خصوصا در جغرافیای فیلی و ما هم جوان باشی بله. کار کردن خیلی مشکل هست اید شما مبارک سلام شما اید مردم افغانستان امیدوار هستم که روز اول ایده و روزای ایده به خوشی و با سال و تمام, تمام امید تمام فلسفی ژورنالیسم جرام پای کانسپت و کی کای چرا چگونه و می از اینجا شروع بکنم که مجتبی پایکان کی هست و آخرش سالیه مشتبا یکی از جوانای دمی جغرافیاست که درس هم میجا خوانده زندگی هم کرده و به سینما میجا رسیده زمان طالبا را مکتب خواندیم مصروف درس مکتب بودیم در ولسوالی نجراب کاپسا تولد شدیم در مکاتب مختلف مشکلات باعث شد که ما بریم یک سال در مزار شریف در لیسه باختر درس بخوانیم باز دوباره بیایم زمان طالبا ها خوب باید یاد دارم بعد ادامه را دوره مکتب ما را دوره لیسه را از لیسه امانی فارغ شویم بعد از او اونم دغدغه‌ای که نمی آیا همه ما داریم بدون هم ما مشترک از درد مشترک و دغدغه های مشترک دارن ما رفتیم حوزه اقتصاد را انتخاب کردیم و بیشتر بخش مدیریت را و اون مدیریت هم مدیریت منابع بشری دو سال در درس تخصصی خوندیم در بخش حوزه نه. مدیریت مدیریت بازرگانی خب یعنی کارشناسی ارشد دارید تقریبا دیگه بعد از اینکه دوره پنتون خلاص کردیم باز رفتیم کارشناسی ارشد خب. و هم دو تا گرفتیم من خب. میفهمم که کار خوب کردیم من خودم احساس میکنم که ظرفیت داشتن یک تایشه ندارم با دلیل در, در بخش یکیش در بخش پلیسی اداری عامه است که رو روی کرد منابع بشری که تخصص ما بخش نه از دانشگاه, دانشگاه, دانشگاه پیام نور ایران خالت. و دومیش در بخش بازرگانی گرفتیم مدیریت بازرگانی از باختر گرفتیم یک فارسی خواندیم یک انگلیسی خواندیم به دو زبان خواندیم و چون اردوتایش هم رابطه مستقیم به حوزه کاری ما میگرفتن یکیش مکمل دیگه هستن و ما رفتیم هر دو بخش را گرفتیم فرصت وجود چرا داشت چرا خواستید و... کارا من فهم اول را خب نیاز داشتیم که بعد میرفتیم میخوانیم اما دومش را شما تصور بکنید من یکی از دوستای ما میخواست شروع بکنه و او مرا گفت که ما به شرط میره ماسری بخوانم که تو هم بری با ما ما بسیار بس و, و جالب هم بسیار جالب بود و بسیار جالبم بود او آدم خلاص کرد و من پایان نامه با بسیار زیاد تاون <تصفح> کشید تانم. و هر روز ما رو میگم که تو مرا بردی به این مجال پایان خیلی مشکل هست و واقعا من مشکل است. <تصفح> ولی دومشن ناخداغا آغاز کردیم و این در حالی بود که قرار بود سه هم آغاز بکنم گفتم بس است برای بر. همیشه مرا بس است حتی یعنی تصور بکنین که ما نمیتونیم از اون بار علمی که از کارشناسی ارشد گرفتیم بوده در حوزه تطبیقی از اون استفاده بکنیم به دلیل اینکه محیط ما آماده نیست برای اون من که به عنوان یک مدیر یکی از ادارات محلی کار میکنم حوزه کاری ما آماده ای پذیرش اندیشه‌ای را که ما مخصوصا در جریان کاری در جریان تحصیل خواندیم نیست بنان عموما بر ما گرنگی میکنه ما ظرفیت تذیر تا احساس گاهی وقتا اکثرا احساس میکنه که ما سر نیستم به اینکه که یک ماستر یک کسی که درس خوانده مثلا حداقل دوره مستری باشه که چی تخصص و چی ویژگی را اوجه میخوانیم با زمزی عمل که میعنیم ناتوانی های خود میبینیم احساس میکنم بر صورتش مشتبه های آدم هست پس آدم خوب هست خارج از اینکه آمدیم مامور دولت شدیم فعالیت های مدنی گذاشته زیاد داشتیم اولین فعالیت تان آ... ب... اولین وظیفه اولین وظیفه من جالب است و به عنوان خبرنگار آغاز کردم مم. یک اخبار را شروع کرده بودیم آ... به نام آ... امید تحقیق نامش فامیل از فراموش شده نوید بخش بود یا نوید امید بود یا من یک نام داشت از که کابل آغاز امه. کردیم چهار پنج شماره را شروع کردیم چاپ کردیم میشون در زمان افتنامه و روزنامه در کابل بسیار اندک بود رسانه بسیار کم بود حداقل تقریبا چهارده پانزه سال پیش را میگم اگر باید خم باشه باز اولین کار مامور بود ولی اولین کار رسمی خود را من به مامور دولت در وزارت وزارت سرحدات آغاز کردم که 2600 افغانی ما ماش میده بس 6 بود فکر بکنم 2600 افغانی ما ماش میگرفتیم و بسیار باش زیاد بود 12 13 سال سال 86 برتان میگفت اینه 2600 افغانی وقت پول زیاد بسیار پول بود یک مامور دولت اون ما بس یک ما مخراج شده بودیم 2600 افغانی میگرفتیم و جالب بود که خوب مدیریت هم میشد باز بعد از او باز ما شما بلند رفت باز رفتیم یک جای وظیفه گرفتم ما شما شد 12500 افغانی او کجا بود او یک یک کمپانی بود به نام آکسس افغانستان در کابل بود فعالیتاشون ولی کار ما در قرباغ کابل بود آه. ما باید می در محیط قرباغ کار بعد از اون وظیفه سوم باز وظیفه سوم کمیسیون شکایت انتخاباتی بسیار جالب بود تصور بکنیم که امی شیوه کار ما تو استپ با استپ پیش رفته. باز ما اومدیم سیستماتیک پیش رفته باز ما اومدیم و نرفتیم تقریبا تقریبا پیش از اون پستای دیگر. رفت و ما در کمیسیون شکایت انتخاباتی تقریبا 4 5 ما رئیس عمومی مالی و اداری شون بودم مرحله سال 2009 انتخابات ریاست جمهوری که 2009 رو برتان <applause> تن 88 بعد از اون باز اینی مرحله راشت ما بود باز یک زمان رفتیم در در نادای به کار کردیم با سفارت لندن با سفارت آمریکا با اینجو و اینا کار کردیم اولین تجربه کاری من زمان سال 86 بود و دومش اینمی سالی است که من رفتم مامور دولت به رئیس اقتصاد شدم باز از سریع سیبیار اعلان شد رئیس برحالش از رفیقای شخصی بود هر از زنگ زدون که رئیس کاندید نیست گفتن نه نی. وقتی من رفتم در مرحله امتحان دیدم که رئیس کاندید هست نه. و ورقه کوی من گرفتم گفتم رئیس اب جایی که تو باشی من نمیرم چون نفاقت ما میره ایجاب میکنه تو آدم توانمندی بود دست من گرفت که گو پروسه رقابتی است اگر تو شدی من رئیس میشم اگر من شدم تو رئیس میشی پس بیا هر ما, ما. هستیم. و اتفاقا نمره بسیار بلندی را در امتحان سی بیار آر گرفتم و چیزی که توان داشتم کار میکردم حالا ما امور در کوپسا هستم و چند سال میشه میسیم. تقریبا یک سال و شش ماه میشه چی کردین برای کافتا؟ اتفاقا آه کاری که باید میکردیم ناتوانی خود را ما اخلاق میکنیم که نکردیم ولی او گناه شما بوده دون... دو... یا فاکتورهای دیگه دخلیم؟ بدون شک انجام شاید 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 تنها شاید... شما قصر نباشید؟ دقیقا گاهگاه شاید... سیستم فاسد است دقیقا ولی اد اقل من من گناه ناکار... من را نا... میپسیدم من ناکاره خود را داشتم اد بدل از اینکه ما یک دورنمای کلی از ولایت کاپسا کاپسا یک ولایت دستان خورده است شما آمدین دیدنشان نشان آمد. به است هیچ چیزی کار نشده در کاپسا هر در دورترین نقاط ما, ما سرک اسفال شده داریم ولی سرک رفاهی نه در مرکز سرک آما سرک مرکز جایی که دولتی در, در کاپسا سرک رفاهیت نمیره تعمیر مکتب رفاهیت نمیره الا ای که داخل سیستم آموزش پرورش شما اصلاح نشه ما تلاش کردیم که یک دورنمای کلی بر ولایت کاپسا به عنوان یک ولایتی که بتونه یک بار کلان ترافیکی کابل ده به بکشه ولایت نزدیک به مرکز مثلا ما تربیه دادیم که کابلیای ما دیگه مثلا شیر و ماست و پنیر تازه از شش و پشت خانه خود ببینن و این در است که 5 بجه وقت موتر از کاپسا حرکت کنه پشت خانهشان میرس. میرسه از همینجا جمع بکنن یا مثلا ما مدیریت ترافیک کابل از طریق ایجاد گودام ها را اندازی کردیم شارک هایی که میتونه اشتغال داشته باشه مثلا ما در سال گذشته 100 میلیون دلار افغانی ما بعد اقلش چی داشتیم واردات ماهی از پاکستان داشتیم در حالی که شما دیدین فضای کاپیسا ها کاملا آماده برای پرورش ماهی پروری هستند دریای پنشیر دریای قربان دریای پروان در مجموع آبایی که از پروان میه از مسیر پل سیاد ما به هدر میده و ما مدیریتش کرده نمیتونیم ما شکل برنامه‌ای برای تنظیم کردیم که گفتیم ما بندها بندهای آبگردان که آب توقف تا در جریان را ایجاد بکنیم تا این کارا شود مثلا از بخش زراعت مشترکان یک طرح برای کاپیسا تدوین شده یعنی باغ پایتخت کاپیسا باغ پایتخت موقعیتی که ما داریم شما مثلا دوستایتان از کابل میاد میگم بریم کجا بریم میبریم کابل چکر بریم باز کجا میبرنش سیاد در سیاد کاپیسا است آه. سیاد کاپیسا است کجا بریم چکر بریم سیاد ولی میگه یاد نمیگیرن ما میریم به ولایت کاپیسا دوست شارم که میره اگر از خارج آمده باشم میگه ما رفتیم کابل چکر زدی یا کجا کابل رفتی رفتیم سیاد کجا کابل نیست سیاد کاپیسا است بله بله آه. آه. بر یک طرح کلان را که به نام پارک تفریحی سیاد یک برنامه سا کلان مدون بر زود طرح ریزی شده که ادارات مختلف و کاپیسا سر کار میکنن کار جریان داره روی اسنا یک بس یک, یک بس شده که تحول تازه در رهبری ولایت دادرسا از رهبری یاد, یاد کرده. مراد صاحب چطور کار میکنه ولی کاپیسا. آدم گرچه رفیق ما هستم من میخوایم که جناب رئیس صاحب با مراد صاحب بچنگ بیاندازم چند وقت پیش رئیس جمهور با کاپیسا سفر خیلی. کرد و در جریان صحبتاش گفت که از جناب مراد صاحب یک 20 نفر برای ما تعریف کردن این یعنی رضایت وجود داره از خود هر جمهوری از کارهای ولی کاپیسا. نظر شما چی از بولون کسی مراد صاحب به نظر من یک مدیر فوق العاده بسیار خوبی هست بسیار خوب مردم کاپیسا قدرش باید بدان بارها ما گفتیم و ما هم قدرش را یک آدم مدبر است یک مدیر دانا هست و یک مدیر توانا هست مم. در بود انکشافی یک اجماع کلی را ایجاد کرده برای. دیدگاه مشترک و کلا را ایجاد کرده دیدگاه عمومی را ایجاد کرده ما یک کمپلکس کلان ولایتی می داشته باشیم ما برنامه بسیار صورت کلان را داریم که اینا کل زیر چتر مدیریت مراد صیب صورت گرفته مم. بود امنیتی ما تحول بزرگی در اصلاحات در, در حوزه امنیت کاپیسا ما شما دیدیم و حتی باور بکنین که هر جا که منافع در خطر میره صدای بلند میشه امروز اونم کسایی که منافعشان در گذشته ها به خطر نمیره با مدیریت والیا گذاشته که آرام بودن اونا ما به تشویش افتادن حال سر صدا بلند میکرد مشکل رئیس جمهور اومد دخیل شدن در خطر مفتن باز میره حرکت های اعتراضی و مظاهره است و اصلا می میخوان قوار به پا مندازن دقیقاً در کلیت بسیار یک آدم تواناست و اتفاقاً کاپیسا خوشبختانه یک تیم بسیار خوب رهبری ایجاد شده که همه هم کار هستن مشترکان کار میکنن و برنامه توسعه ای در تدوین میکنن صرف باور میکنیم که امیدوار هستیم که نظر نشه میدان نظر نشه امیدوار هستیم نظر نشه اما ولی سر در باشه آدم خوب است <تصفح> همین تعریفی <تصفح> که جناب پایکان صادر کردن چون نشان رئیس اقتصاد <تصفح> در <تصفح> کپیسا است اگر من میکردم باز به طرفی ما زیر میرفت گرچه ما چندین بار به با کاپیسا رفتیم کارهای والی صاحب از نزدیک دیدیم اگر باز بگیم باز میگن که چند گرفتی یا کدام گپ دیگی است. هست نی افغانستان است چیزی که حقیقت چیزی که ما حقیقت خارج از هیچ چیز پای کن دنبال روی کدام رهبر هستی رهبرنماهای تیکدارهای قومی و مذهبی که در افغانستان وجود داره که در یک روز ثبات فکری خود را از دست میدن شب یک چیز میگه صبح دیگه چیز میگه منافع خصوصی شخصیشون که در خطر بفته با حرکت ها را برامی میاندازن حتی منافع قومیش که باز در خطر بفته خاموش هستن هیچ گپی نیست افغانستان اگر آبام ببره میگه مرغابی تا بند پایش است یک یک شما هم هستین دنبال راه کسی این هایی که برای ما درست کردن شرق و غرب و کشورهای منطقه گای شوخی کنیم اگر ما دنبال راه می بودیم آل کابل می بودیم آل کابل بید. اگر دنبال راه می بودیم حداقل یک از ادارات مرکزی می بودیم بدون بله. شک جایگاه همشان را احترام داریم ولی باورمندی ما به نسل خودم است و باور داریم که امروز افغانستان به نسل ما مدیریتش شده بگیره و ثابت هم ساختیم حضور شما به عنوان یک مدیر بین این شبکه نشان می که چه تحولات شگرفی شما به مدیریت تا نوردید حضور هم نسل ما چیزی که نسل ما نداره اصفی سب باور بکنین که ما جز اونمو ارزش های کلانی را که برش مبارزه میکنیم من از بر ما مهمیت نداره. من از کجا برای ما اهمیت نداره خانواده ما از کجا برای ما اهمیت نداره منافع فردی به هیچ عنوان برای ما یک خط قرمز است که ما سر از این موارد بس نمی‌کنیم چیزای به نام قبیله سم زبان من نمی‌فهم پدیده های دیگه که امروز ما رو به نام از هم جدا میکنن و به نام این و آن ما رو به هم میندازن این چیزایی هستن با. که به عنوان یک ارزش کاملا منتفی شده پیش نسل ما هستن اینو ثابت ساختین قطع. برین هم نسل تانو پیدا بکنین سنفی دوره مکتبتان تان میشناسین کدامش از کدام ولایت بودن الهی که ما ما در دریمی حلقه داخل میشه تو از فلان ولایت هستی تو به کجا هستی در آخرین تحلیل جز منافعشان غزنی ما سقوط کرد مهم. هزاران نفر ما بیجا شدن و جوانترین فرزندان خودم ما متاسفانه که از دست دادیم خوناش خوناشام مردم افغانستان آمدن ونجه عمل انجام دادن کجا بودن بزرگ بزرگای که داد از مردم افغانستان میزدن جز داد و سطد دا انتخاباتی کار دیگه اینا گفتن صدای شما شنیدین جزی که منافع ما در خطر است ما وقتی امروز با شک منافع اقتصادی ما مدلس مسئول نیستم. نیستم. نیستم مسئولیت این کار هستم. از این است. کسی گفت که شما فلان م. ناکاری را دارید ما میریم شهرها را بند میکنیم جزی که ما اگر بلست آمدیم شهرها را بند میکنیم باز می از لیست که بکششان با باز خیمه لست... میزنن و قوغا برپا میکنن مثلا قومی میشه مذهبی میشه می غیر ازو هیچ چیز غیر از او هیچ گپی بگین به ما بگین که کدام از اینا درد درد فرزند ما شما برادر ما شما را که در انتاری چند پیش دزدی ولی ما <applause> اما, 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 یک چیزی که بسیار جالب آه. است بر ما است که ما تلاش میکنیم که با هم باشیم این با هم بودن ما در بس هر بس. نقطه از افغانستان باشیم هر کس که به نفع مردم ما فکر میکنه و دید مشترک داره اونمون مولای ماست با پشت ما از اون پسته یک چند پایکان شما از جوان شدن ادارات گفتین و گفتین جوانان ثابت هم کرده در طول سه چهار سال گذشته با وجود آمدن حکومت به نام وحدت ملی رئیس جمهور غنی شعار شمی است و در عمل هم ثابت ساخته که من ادارات را جوان می و اکثر صلاحیت ها را به جوان ها داده و نتیجه خوب هم گرفته آیا این کار رئیس جمهور غنی را شما در خور ستایش می دانین؟ یا خیر چون اکثریت کسایی که از نسل دیروز هستند انتقادشان بالای آقای غنی رئیس جمهوری است که تو به کسایی صلاحیت و مسئولیت می تیکونه هیچ تجربه نداره این ای, ای پست به فلانی خان میدادی که تجربه جهاد مقاومت داشت این پست به فلانی خان میدادی که 40 سال لا 50 سال عمر کرده و ولایت کرده و وزارت کرده اما جواب آقای غنی است که نه شما امتحان خود را دادین و معلوم هم شده به مردم افغانستان که چیکار کردید حالا این این کار به عنوان یک جوان که شما رئیس هم هستین در چارچوب حکومت وحدت ملی چگونه عرض دیدید ما یه عمل کردم میستاییم و باید استقبالش هم میکنیم بدون شک یک چیز رو باید داشته باشه ما بارهای بارها در برنامه های شما ششته و شما هم دارین میگه آینده افغانستان به دست جوان از yeah. آینده, افغانستان ما اول آن... آج... افغانستان آله... آله... ما شما آله آله جوان که جوان نمیمانیم کار... نه بله بله ده سال بعد که ما شما جوان ده سال بعد ما چل ساله و ساله پس افغانستان به دست جوانی که شما میگین آینده افغانستان به دست کی است؟ افغانستان فعلا به مزرورت داره نسل ما امروز باید مدیریت یک چیزی که بینان بر ما مهم ما توسط تیم رئیس جمهور آغاز شده و اصلاحات هم آمده در داخل این نیاز است که باید یک اندازه جدی گرفته شود ما توجه خود رئیس جمهور در ای موارد می وقتی وقتی اصلاح سازی می گیم کار به اهلش سپرده خب جوان جوان ویژگی خود داره ما با هم نسل خود هیچ وقت در تضاد نیستیم ولی نمیخوایم ما این ننگ هم نسل خود شه ببینین وقتی یک جوان یک مدیریت را میگیره ما که در کاپسا رفتیم فضا بر ما باز است ام. می کار شکنی بکنیم می دانستیم مثلا برکراسی را, را اندازه بکنیم می کار نکنیم ولی دیگه سر نسل ما کسی اعتماد نمی گرد. خب نه. آمدن ما به اونجا آمدن خودت به اینجا آمدن چند تا جوان دیگه کل این رسالت ماست کل ما باید بفهمیم بله اونا مردمایی که میگه آینده بعد شماست ما آدمای تجربه هستیم چند تا به تجربه را آوردیم ام. اونا عملاً آمدن ششتن سبارز از استفاده میکنه فلان اداره رو در اختیار چند تا جوان دادین دیدی به گند کشیدش آها اونم علی ما میکشن اونم رو بلای ما میکشن که خودشان چی میکنن هزار نو فساد مافیا رو در داخل اداره در سطح ریاست بله. ایجاد کردن اون رو ما شما گفته نمیدیم خب بزرگ است جایگاه بزرگیشان از حفظ, است. حفظ, ما ما احترام اما که داره. چه فساد, چه فساد رو میکنن اونه. نسل ما چی میکنن نسل ما به عنوان یک حرکت میکنن ام. اکثریت ادارات برین یک نماد است میگه که سبا روز نگه که یک بچه آمد چون ما رو بچه میگن نه؟ بچه می بچه میکنم. آه یک بچه آمد همینجا اما ما بچه کارسا... امروز ماستر و داکتر است باور ندارم خلاص کرد باور ندارم یا... یا امو امو, امو... زیادشان چارده پاس است نخوندن لیسانس خود درک نخوندن وقتی پیششان بشینن دیروز یک جای بحث داشتیم بر من میگه که وقتی تو بری تاریخ مطالعه بکنی وقتی تو بری نیر مطالعه بکنی چند نفر در پلیم ششته بود گفتم که من میرم کل کتابایی را یا اونا را در میتون تاریخی کی مطالعه کردم اون را میگم حالا من نمیفهمم از کدام کتاب اینا میخوان صحبت کنن تشکر بکنم. تشکر اینی کلیات است نسل ما ما بازم میگم که سر از این اعتماد شوند نسل ما مدیرای امروز هستن فردا نیست مدیرای فردا کسای دیگه هستن که از پشت ما نوجوان هستن نیستن. اگر بر ما بگی که شما آینده افغانستان در اختیار شماست آینده افغانستان امروز ریشه تو سفید شده ریش مسیح است آینده افغانستان 10 سال بعد است که تو میخوای مدیریت بکنی 10 سال بعد آینده ده 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 پایکان بعد شما به ما چی بکنم با تاسف که وقت ما کاملا به پایان رسیده از حضور جناب آقای مجتبا پایکان رئیس اقتصاد ولایت کاپیسا ممنون و مشکوریم خوش آمدید سلامت باشه سلامت باشه بازم نباشید